درود بر شما دوستان و همراهان، در این درس میخواییم در مورد هدف و انگیزه صحبت بکنیم. به این دلیل که هدف و انگیزه نقش بسیار تأثیرگذاری در یادگیری شما داره و به عنوان یک اصل باید در نظر گرفته بشه. و اولین گامی که باید در این مسیر بردارید این است که شما در مورد اهمیت هدفی که میخواید برای خودتون تعیین بکنید و به اون هدف برسید صحبت بکنید و مشخص بکنید مثلا هدف یک فرد چیست. هدف هر فردی متفاوت از یادگیری زبان. هدف شما باید تبدیل به یک اولویت در زندگیتون بشه. اگر هدف شما این است که بر اساس چشم و همچشمی، بر اساس رقابت با دختر خاله و پسر عموتون و اینا میخواید انگلیسی یاد بگیرید، ببخشید این هدفها هدفهای انگیزه ساز نیستند. اینها اولویت نیست. در این صورت فقط دارید وقت و زندگیتون رو دارید تلف میکنید. بهتره وقتی به انگلیسی بپردازید، به یادگیری یک زبان جدید بپردازید که تبدیل به یک اولویت شده باشه. این اولویت حتی میتونه علاقه شخصی شما به زبان باشه تا اینکه یک آزمون بین‌المللی. پس تا زمانی که یادگیری زبان اولویت براتون نشده، بهتر عمرتون، هزینه‌تون رو تلف نکنید. اگر واقعا تبدیل به اولویت شده براتون تو زندگیتون، پس بهتره بهش جدی بپردازید و بهش جدی فکر بکنید. یکی خب هدفش ممکنه این باشه که یک مدرک بین‌المللی مثل آیلتس یا تافل یا پی تی یا هر چیز دیگری رو بگیره. یکی هدف بلند مدت تری داره، میخواد مثلا در عرض 5 سال بتونه انگلیسی رو صحبت بکنه. اصلا هدفش ممکنه این باشه بتونه منوال و دفترچه راهنمای مربوط به وسایل الکترونیکی یا هر چیزی که برای خونش میخره توانمند باشه بتونه اونا رو بخونه. اصلا هدف هر فردی متفاوته. یکی میخواد ادامه تحصیل بده، یکی میخواد مهاجرت بکنه. به این دلیل هدف در یادگیری زبان اهمیت داره، به این دلیل که هدف انگیزه سازه. برای هر کاری شما نیاز به انگیزه دارید و طبیعتا این انگیزه است که موتور محرک شما در این مسیر خواهد بود. پس هدف خیلی اهمیت داره، باید بهش بپردازیم، بهش فکر بکنیم. به عنوان یک زبان آموز که میخواید شروع بکنید و برنامه برای خودتون بچینید، باید به هدفتون به صورت جدیتر بپردازید و بهش فکر بکنید که هدفتون چیست. اگر هدفتون کوتاه مدت، مثلا توی 5 ماه، توی 6 ماه، اگر قرار است یک آزمون PTE یا آزمون IELTS یا هر آزمون دیگه ای رو بدید، یک برنامه مشخص باید داشته باشید. بحث معلم و بحث متریالی که شما باید مطالعه بکنید یک طرف قضیه است، بحث مربی موضوع دیگری که بسیار موضوع مهجور افتاده در ایران به خصوص. کما اینکه شما روش طبیعی یادگیری رو اگر در یک کودک در نظر بگیرید، در واقع یادگیری زبان توسط یک کودک هیچ وقت از طریق یادگیری آکادمیک اتفاق نمیفته. شما یک کودک رو به دانشگاه یا مؤسسه زبان نمیفرستید. زبان مادری از طریق معلم و متریال اطرافش اتفاق میفته. یعنی در واقع جای اینکه یاد بگیره، زبان رو از محیط میگیره و اخذ میکنه. و پدر مادر و اطرافیان ممکنه نقش مربی رو داشته باشن، به عنوان کسی که راه رو میدونه، به عنوان کسی که میتونه جمله شما رو اصلاح بکنه، به عنوان کسی که ممکنه اشتباهات شما رو مهربانانه به شما گوشزد بکنه. طبیعتاً شما نیازمند یک مربی خواهید بود در این مسیر. و هدف کلی ما چیست؟ هدف کلی این است که شخصیت انگلیسی زبانی که در شما ایجاد میشه به عنوان یک زبان آموز، این رو رشد بدید. من در مورد این موضوع یکم بیشتر براتون صحبت بکنم. این یک اصل علمی است، یک اثبات علمی داره، اثبات شده است. شما زمانی که شروع میکنید یک زبان جدید رو یاد میگیرید، حتی زبان مادریتون و حتی زبانهای دیگه، زبان دوم، زبان سوم، قسمت جدیدی در مغز شما ایجاد میشه برای تجزیه تحلیل و پرداختن به اون زبان جدید. در حقیقت شخصیت انگلیسی زبان شما شکل میگیره و با پرداختن و با تمرین و با یادگیری بیشتر این شخصیت رشد پیدا میکنه. همینطور که شخصیت فارسی زبان شما احتمالاً یه 7-8-10 سالی از سن واقعیتون کمتره. به چه دلیل؟ به این دلیل که شما ممکنه دانشتون از زبان مادریتون به اندازه سنتون نباشه. یک مدت رو شما آکادمیک کار نکردید، یک مدت ممکنه غلط املایی داشته باشید، کما اینکه الان خیلی داریم میبینیم متاسفانه.
پس طبیعتاً فردی که ممکنه 35 سالش باشه یا 30 سالش باشه یا 25 سالش باشه 7 8 10 سال کمتر از اون میشه شخصیت فارسی زبانش یا شخصیت زبان مادریش. و زمانی که شما شروع میکنید زبان دوم یعنی انگلیسی یا هر زبان دیگری رو یاد میگیرید که ما به صورت ویژه در مورد انگلیسی داریم صحبت میکنیم، شخصیت جدیدی در شما ایجاد میشه، در مغزتون ایجاد میشه که به اون زبان رفتار بکنید، فکر بکنید، تجزیه تحلیل بکنید. حالا یه جاهایی این کودک انگلیسی زبانی که ایجاد میشه، کودک دیگه خیلی رشد نکرده، ما باید اینو چیکار بکنیم؟ رشد بدیم. با چی رشد پیدا میکنه؟ با یادگیری درست و اصولی، نه با گرامر، نه با روش‌های کتاب محور، نه با روش‌های خشک و رسمی و اینا. همینطور که یک کودک زبان رو یاد میگیره، زبان مادریش رو، باید بیایم زبان رو از محیط بگیریم. در واقع محیط اطراف ما معلم و متریال ما هستند، کتاب‌های ما هستند، مجموعه‌های آموزشی کتاب‌های ما هستند. کما اینکه در مورد اون طفل خردسال که زبان مادریش رو یاد میگیره، محیط اطرافش متریالشن و مربیش پدر مادرش یا اطرافیانش هستند. و ما باید چیکار بکنیم؟ باید به این سمت و سو بریم که دنیای اطراف ما تبدیل بشه به یک منبع یادگیری، به عنوان یک متریال، به عنوان یک معلم و همراه با یک مربی، با یک روش درست و اصولی، با روش تکرار محور، روشی که ما یاد بگیریم و تکرار بکنیم، بیان بکنیم، هراس نداشته باشیم از بیان کردن، منجر به این بشه که این شخصیت انگلیسی زبانی که در ذهن ما ایجاد شده رشد بکنه. شاید اینجا سوال برای شما پیش بیاد که چطور برای فردی که در محیط غیر انگلیسی زبان قرار داره باید با تغییر دنیاش بره به سمت و سویی که از متریال اصلی استفاده بکنه برای یادگیری. طبیعتاً مجموعه های آموزشی جایگزینی هستند برای اینکه شما محیطتون و دنیای اطرافتون رو تغییر بدید که به سمت و سویی بره که بتونه به عنوان متریال آموزشی شما استفاده بشه. شما اگر یک زبان آموز مبتدی در انگلیسی باشید، طبیعتاً ممکنه شخصیت انگلیسی زبان شما یک سالش باشه، دو سالش باشه. به همون میزانی که شما بیایید معیار بگذارید و مقایسه بکنید، خواهید دید که شخصیت انگلیسی زبان شما ممکنه دو سالش باشه، پنج سالش باشه، ده سالش باشه، 15 سالش باشه. اصلا به عنوان یک فرد آکادمیک مثلا اصلا ممکنه لیسانس داشته باشه این شخصیت. پس در واقع هدف چیز؟ هدف این است که از رهگذر روش درست و اصولی و علمی منجر بشیم به رشد و بهبود این شخصیت انگلیسی زبان که اینو رشد بدیم. کما اینکه شما در زبان مادریتون، اگر فرض بگیریم زبان مادریتون فارسی باشه یا هر زبان دیگری، هر روز شما با منابع جدید، با مطالب جدید، با جمله‌های قشنگ‌تر آشنا میشید و اینها رو استفاده میکنید در گفتارتون، در نوشتارتون و منجر میشه به اینکه بهتر و بهتر شخصیت فارسی زبانتون رو رشد بدید یا شخصیت زبان مادریتون رو رشد بدید، بهش بهتر فکر بکنید. پس هدف چیست؟ هدف این است که ما شخصیت انگلیسی زبانمون رو رشد بدیم. از چه طریق؟ از روش درست و اصولی که منجر به این رشد بشه. در اینجا من لازم میدونم در مورد هدفی که شما قرار است برای یادگیریتون بذارید صحبت بکنم، به این دلیل که هدف همونطور که عرض کردیم نقش بسیار کلیدی در یادگیری شما داره و برای رسیدن به اون هدف شما نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و اصولی هستید. اجازه بدید که اینو به دو قسمت تقسیم بکنیم. اگر هدف شما این است که توی 6 ماه آینده، توی 7 ماه آینده، توی 2 ماه آینده به منظور تحصیل در یک دانشگاهی که انگلیسی زبانه یا به منظور مهاجرت یا به هر دلیل دیگری اگر قصد دارید که یک آزمون بین‌المللی بدید، مثل PTE، مثل IELTS، مثل TOEFL یا هر چیز دیگری، این یک هدف کوتاه مدته. پس باید براش یک برنامه ریزی دقیق داشته باشید و متریالی که مربوط به همون آزمونه رو شروع بکنید، تقسیم بندی بکنید، به متریالتون بپردازید، با برنامه ریزی درست تقسیم کردن 24 ساعت شبانه روزتون به اون متریال و برنامه بریزید و شروع کنید مطالعه کردن. این یه چیز مشخصه. اگر هدفتون این است که در بلند مدت مثلا یک تارگت 5 ساله، یک تارگت 1 ساله، یک تارگت 2 ساله به این برسید که آقا من میخوام انگلیسی رو صحبت بکنم، باز هم به همین ترتیب شما متریالی که قرار است کار بکنید رو باید تقسیم بکنید. هر روز درگیر یادگیری باشید. این شوخی نیست. باید برای یادگیری اصولی و علمی زمان بگذارید، انرژی بگذارید، صبور باشید و تلاش بکنید. بدون شک آنچه که به دست خواهید آورد واقعا ارزشمنده، واقعا ارزنده است و میتونه به شما کمک بکنه برای جهش به گامهای بعدی زندگیتون و پیشرفت و موفقیت.
هر کسی که به شما میگه من تو 10 جلسه فلان میکنم، کلاس تضمینی براتون میذارم، تو 10 جلسه معجزه میکنم، چه میدونم سمینار منو بیاید، که یه سری شایعات زیاد دارید میبینید، من اسم نمیبرم، خودتون میتونید یه جستجوی ساده بزنید، آقا من تو فلان سمینار این کارو میکنم، علم میکنم، تو 10 جلسه این کارا رو میکنم، اگر بهش منطقی فکر بکنید خواهید دید که همچین تبلیغاتی تنها سوء استفاده از ناآگاهی و کم آگاهی مردم در جهت پر کردن جیبهای خودشونه. دوستان، یادگیری زبان نه تنها انگلیسی، هر زبانی نیازمند انرژی، زمان، تلاش و حرکت در جهت درست یادگیری است. با 5 جلسه و 2 ساعت و 1 جلسه و اینها اتفاق خاصی در یادگیری شما نخواهد افتاد. عرض کردم خدمتتون باید شخصیت انگلیسی زبانی که در شما ایجاد میشه رشد پیدا بکنه. این شخصیت با 1 جلسه کلاس رفتن، با 10 جلسه کلاس رفتن رشد پیدا نمیکنه. کما اینکه شما اگر 10 روز روند رشد و بهبود یک کودک رو اگر در نظر بگیرید، تو 10 روز چقدر میتونه رشد بکنه، چقدر میتونه بهبود پیدا بکنه تو صحبت کردنش. پس توی 10 جلسه، توی 1 ساعت، توی 2 ساعت، آقا بیا من 500 تا لغت یادت میدم، 504، این 11000، این 12000، این 4000، اینا رو اصلا بریزی دور. شما هدف این است که روزانه با یادگیری زبان درگیر باشید. اگر هدفتون بلند مدته، روزی 1 ساعت کار بکنید، روزی نیم ساعت کار بکنید، روزی 10 تا لغت یاد بگیرید، روزی 3 تا جمله یاد بگیرید، روزی 4 تا عبارت یاد بگیرید. اگر هدف کوتاه مدته، پس عرض کردم باید متریالی که قرار است مطالعه بکنید، اگر متریال آیلز، اگر متریال PTE، اگر تافل، هر چه که هست، تقسیم بندی بکنید به مدت زمان و ددلاینی که دارید، برنامه ریزی بکنید، بهش بپردازید. باید روزانه درگیر باشید. اگر هدفتون برای لذت بردن از یادگیری زبانه، میخواید پادکست گوش میدید، موزیک گوش میدید، هرچی، هر روز باید درگیر این یادگیری باشید. به چه منظور؟ فکر میکنم خیلی واضح توضیح دادم خدمتون. هر منظور و هر هدفی که دارید این است که اون شخصیت کودک انگلیسی زبان شما رشد پیدا بکنه. حالا چی میتونه باشه؟ میتونه گوش دادن به موزیک باشه، خوندن یه پست آموزشی باشه، میتونه گوش کردن مکالمه باشه، یا به صورت سیستماتیک یا به صورت منسجم بخواید کار بکنید، یک مجموعه آموزشی، مثلا مجموعه صوتی مکالمه، مجموعه تصویری مکالمه یا هر مجموعه دیگری، باید هر روز درگیرش باشید که این شخصیت رشد پیدا بکنه. به میزان ساعاتی که شما برای فارسی صحبت کردنتون، فارسی گوش دادنتون، فارسی فکر کردنتون انرژی میگذارید، به همون میزان باید به انگلیسیتون بپردازید و که اجازه بدید این شخصیت انگلیسی زبان، این کودک رشد بکنه. اگر موزیک به فارسی گوش میدید، طبیعتاً به انگلیسی باید گوش بدید. اگر اخبار به فارسی گوش میدید، طبیعتاً به انگلیسی باید گوش بدید. اگر کتاب به فارسی میخونید، باید به انگلیسی گوش بدید و بخونید و تکرار بکنید. اگر صحبت میکنید به فارسی، طبیعتاً باید به انگلیسی سعی بکنید صحبت بکنید، حتی شده از جملات ساده، از مجموعه مناسب و درخوری که میتونه به شما کمک بکنه، مجموعه که از سطح مبتدی، از مجموعه آموزشی که از سطح مبتدی به شما جمله‌های کوتاه یاد بده، میتونید شروع بکنید. پس هدف چیست؟ هدف این است که روزانه ما درگیر یادگیری زبان باشیم و راهی غیر از این وجود نداره. اگر کسی به شما میانبر داره نشون میده، میگه من تو 5 جلسه فلان میکنم، بهمان میکنم، اینا همش شیادن، یه شیاد میخوان جیب شما رو خالی بکنن. یادگیری زبان دست کم دست کم در بهترین حالتش، اگر شما از صفر شروع بکنید، اگر خیلی منسجم بهش پرداخته باشید و هیچ بک‌گراندی نداشته باشید، که طبیعتاً خیلی همون بک‌گراند داریم، یه سری ها ممکنه بک‌گراند آکادمیک زبان داشته باشید، ممکنه تحصیلات دانشگاهی داشته باشید، هممون داریم، فرض رو بر این می‌ذاریم که هیچ کدوم از اینا نباشه، اگر بخواید به یک سطحی برسید که دست کم بتونید صحبت بکنید، به هر حال یک مدت زمان مربوط به خودش رو خواهد برد به نسبت فاکتورهای مختلف. پس طبیعتاً نیازمند انرژی، نیازمند زمان، نیازمند صبوریست، نیازمند گام برداشتن در مسیر درسته که شما شروع کنید کم کم دیگه خودتون جمله بسازید، کم کم خودتون شروع کنید صحبت کردن. نه اینکه از ابتدا نمیتونید، از ابتدای منظورم از ماه اول، از 15 روز اوله میتونید، همه میتونن، یک سری جملات رو شاید توتیوار تکرار بکنید، ولی اینکه شروع کنید جمله سازی بکنید، اینکه شروع کنید بتونید خودتون عبارت بسازید، جمله بسازید. خوشبختانه این مراحل رو گذروندید، شما اون فنر دانشتون رو فشرده کردید و آماده رها شدنه. وقتی که از منابع درست یادگیری استفاده بکنید در جهت یادگیری، منجر به این میشه که خیلی سریعتر بتونید به اون چیزی که میخواید برسید. پس در مورد هدف بلند مدت و هدف کوتاه مدت صحبت کردیم،
و خدمتتون عرض کردیم که برنامه ریزی به شکلی باید باشه که روزانه شما رو درگیر یادگیری بکنه به منظور رشد دادن اون شخصیت و کودک انگلیسی زبان که طبیعتاً لازم شما در برنامه زندگی قبلی که داشتید به نسبت هدفی که تعیین کرد برای خودتون چه کوتاه مدت چه بلند مدت باید در زندگیتون تغییرات ایجاد بکنید. اگر قبلا تفریحاتتون این بود که چه میدونم برید رستوران برید خرید باید ازش بزنید، از زمانهای مردتون به صورت منسجم و پویا باید استفاده بکنید در جهت یادگیری زبان. و همونطور که عرض کردم نقش مربی بسیار تعیین کننده در این مسیره و میتونه به شما کمک بکنه. هدفتون رو مشخص بکنید، برنامه ریزی بکنید براش که شخصیت و کودک انگلیسی زبان داخل مغزتون که ایجاد میشه و ساخته میشه رو رشد بدید. در درس‌های بعدی سعی می‌کنیم که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، بیشتر سمت و سو بدیم به یادگیریمون و عوامل مؤثر در یادگیری رو صحبت بکنیم. برای جمع‌بندی خدمتتون دوباره عرض می‌کنم هدف باید انگیزه ساز باشه و بتونه به شما کمک بکنه و انگیزتون رو قوی بکنه و هدف این است که شخصیت و کودک انگلیسی زبان رشد بکنه و در نهایت بریم به سمت و سویی که از راه طبیعی و از راه علمی و از راه اصولی زبان رو یاد بگیریم. بسیار خوب دوستان، موضوعات بسیار مهمی در این فایل صوتی اشاره شد، حتما نوت برداری بکنید، یادداشت بکنید برای خودتون. صرفا شنیدن این فایل صوتی یک بار بشنویده شاید به شما کمک نکنه، معجزه نوت برداری و یادداشت برداری رو هرگز فراموش نکنید. مواردی که عرض کردم خدمتون رو تیتروار برای خودتون بنویسید، به عنوان یک استیکر روی کمدتون روی محل کارتون بچسبونید، هدفتون رو بدونید، پلن خودتون رو بدونید، بدونید که میخواید چیکار بکنید. لطفاً در قسمت کامنت در مورد این درس و این پادکست نظر بدید، منتظر نظرات شما هستیم حتما. همچنین در مورد تجربیات خودتون در کامنت با ما صحبت بکنید، بگید از تجربیات ناموفق خودتون، از تجربیات موفق خودتون در راه یادگیری زبان حتما صحبت بکنید. درس‌های آموزشی که در کانال قرار داده میشه، همه ی درس‌ها هدفمند به شما کمک میکنن به اون چیزی که میخواید برسید آهسته آهسته. هدف چیز عرض کردم خدمتتون این است که ما شخصیت انگلیسی زبان و کودک انگلیسی زبانمون رو رشد بدیم و هدف ما همین بوده. همه درس هایی که در کانال قرار داده شده بسیار اهمیت دارن در کانال یوتیوب و شما رو به اون سمت و سو خواهد برد. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. موفق باشید.